سلام خدمت خانم ها و آقایان، من از دفتر پیام جوان دارم با شما صحبت میکنم. امروز میخوام راجع به شاعری که از دوستان من هم بود و چند سالی او را از دست دادیم صحبت کنم. این مرد ابوالحسن ملک بود، زاده خاک پاک عراق و مردی که ذوق فراوانی در طنز و هزل و هجو داشت. سالها در تهران ساکن بود و دوست خوب من بود. متاسفانه چند سال یکی او را از دست دادیم. ابوالحسن ملک را نخستین بار در جزوه‌ای که دوست روانشادم خلیل سامانی موج در سال 1336 با عنوان 48 شاعر چاپ و منتشر کرد شناختم. این جزوه کوچک رو جلدی داشت که اسم 48 شاعر که یکی از آنها این بنده شرمنده بودم روی جلد آن در دایره های نقش بسته بود. اگرچه این جزوه باعث شد که من با چند تن از شعرهایی که بعدها از دوستان خوب من آشنا شدم، اما هرگز از این مسیر با ابوالحسن ملک آشنایی پیدا نکردم. البته جزوه کوچک خلیل سامانی تبدیل به تشکیل انجمن ادبی صائب شد که جزوه های آن سالها منتشر شد و خود نیز پس از انتشار کتاب های بسیار و فعالیت های فراوان ادبی در مرداد ماه سال 1360 متاسفانه درگذشت. این همه مقدمه آشنایی من با نام به شعر ابوالحسن ملک بود، نه با خود او. اما آشنایی ما با هم در آمریکا در شهر سن هوزه در روزگاری صورت گرفت که من با انتشارات توکا واقع در خیابان وینچستر همکاری داشتم و او با دوستی برای دیدار من به این انتشاراتی آمد. آن روز یکی از روزهای خوب زندگی ما دو نفر بود که بعد از سالها آشنایی ادبی به غیابی حضوری نیز با هم آشنا شدیم. روزها و شبهای بسیاری را با دوستان و آشنایانی که از طبقات مختلف گذراندیم و از حضور هم لذت بردیم. یکی از این روزها در ایام عید نوروز 1375 و در باغ 13 بدر ایرانی های ساکن سن هوزه در وسونا پارک این شهر بود. آن روز من به اتفاق دوست هنرمندم روانشاد عبدالعلی همایون، مسعود سپند شاعر و ابوالحسن ملک در آن مراسم 13 بدر شرکت داشتیم. ملک از شادی سر از پا نمی شناخت و به قول شاعر مستانه در زمین خدا نعره می زد، به این شعر را شروع کرد. البته ما هم در ادامه اون به او کمک کردیم. دوست دارم این شعر را از زبان او و به نقل از دیوانش بخوانیم. او نوشته: روز دهم فروردین ماه سال 1375 به اتفاق دوستان عزیزم آقایان نصرت الله نو، عبدالعلی همایون و مسعود سپند در وسونا پارک سن هوزه جمع خوشی داشتیم و در آن حال و هوا شعر زیر سروده شد و میتوان گفت که در بافت آن هر چهار نفر دست داشتیم. عزیزان ما که شیرین تر ز قندیم، همایون و ملک نوح و سپندیم. ملک سنگ صبور و ما ستن، چون دماوندیم و الوند و سهندیم. اگر از خاک ایران پا کشیدیم، ز مهر امام میهن دل نکندیم. چهار آزاد مرد عاشق شعر، به میثاق مودت پایبندیم. نه در دام مقام و مال اسیریم، نه در قید حساب چون و چندیم. به نزد مردم دانا عزیزیم، به چشم اهل حکمت ارجمندیم. به دل تشویشی از غربت نداریم، کنار هم به دور از هر گزندیم. طریق ما ز یک دیگر جدا نیست، به راه معرفت در یک ربندیم. روزی که این شعر رو می ساختیم هرگز فکر نمی کردم که چند سال بعد
جمع چهار نفری من، جمع چهار نفری ما به دو نفر تقلیل خواهد یافت که متاسفانه تقلیل یافت. و بعد از ابوالحسن ملک دوست دیگرمان عبدالعلی همایون به دنبال او رفت و ما نیز به نوبت نشسته ایم و روزها و شبها را تکرار میکنیم. آخرین دیدارم با ابوالحسن ملک مثل اینکه دیروز بود. برای خداحافظی با او به خانهش رفته بودم. پس از 7 سال عازم دیداری از ایران بودم. در روانشاد ابوالحسن ملک، طنز پرداز ساکن شمال کالیفرنیا، تازه از بیمارستان به خانه انتقال یافته بود. روزهای اوایل خرداد ماه بود و هنوز عطر هوای بهاری در فضا موج می زد. اما ملک که دنیای شعر و بهار را در سینه داشت به خزان زندگی نزدیک شده بود. پیکر همیشه تکیدش باز هم تکیده تر شده بود، ولی هنوز شوخ طبعی به خوندن شعرهای تازه و طنزآمیز را از یاد نبرده بود. آرین و ناصر، دختر و داماد ملک، با چهره گرفته ناظر شعرخانی ملک بودند. وقتی بعد از ساعتی برای خداحافظی از جا برخواستم، می دانستم این آخرین دیدار ماست. به ملک نیز این احساس را داشت و می دانست خداحافظی ما وداع همیشگی است. هنوز چند روزی از ورود من به تهران نگذشته بود که خبر درگذشت او را شنیدم. به مجلس ترحیمی با کمک برادر، دختر و دامادش در تهران برگزار کردیم. آشنایی من با آثار آقای ملک به سالهای بعد از 28 مرداد 1332 میرسد. در آن روزگار اشعار ما در مجلات و روزنامه های مختلف چاپ میشد، ولی با هم آشنایی نداشتیم. ملک یکی از شعرهای درخشان شعر در طنز سرایی و همچنین غزل سرایی بود. او در طی 60 سال عمر شاعری خود آثار فراوانی به وجود آورده بود که متاسفانه همه آن را در اختیار نداشت و آن مقداری را که در اختیار داشت به کوشش من و دوست شاعرم آقای مسعود سپند در سال 1375 انتشار یافت. مجموعه آثارش دلگفته ها نام داشت و در پشت جلد کتاب 2 عکس از دوره جوانی و پیری خود را گذاشته بود. بیوگرافی او را در پشت جلد کتابش من نوشتم، به این گونه نوشته بودم: ابوالحسن ملک به قول خود شاعری پیر از دیار انسانیت، مهر و دوستی و صفاست. او در خانواده ای از اهل علم و شعر دیده به جان گشود. پدرش دکتر عبدالحمید ملک علاوه بر حرفه پزشکی شاعری با ذوق و استاد بود و در پرورش ذوق ادبی فرزندش از هیچ کوششی فروگذار نکرد. ملک در سال 1302 در شهر عراق متولد شد. و روزی که من این مطلب رو نوشتم 73 خزان و بهار را پشت سر گذاشته و لحظه ای از سرودن شعر، اون هم از نوع طنز و هزل، غافل نبود. البته این دلیل نمی شود که آثار جدی او را از نظر دور بداریم. او در سرایش انواع شعر استاد بود و تسلط او بر صنایع و بدایع شعری و آرایش کلام و زیبایی آن انکار ناپذیر است. کلامش مخصوصا در غزل منسجم، فصیح و بلیغ است. طنز در ذات اوست، مخصوصا وقتی که با آخوند جماعت در می افتد، دیگر شمر هم جلودارش نیست. او سالها در اداره آموزش و پرورش خدمت کرد. سرانجام و در همون موقع سردبیری روزنامه افق عراق را به عهده داشت و در اداره انجمنهای ادبی فعال بود. آخرین انجمنی که قبل از ترک ایران ایجاد کرد انجمن ادبی فرخی در کرج بود. ملک سالها دبیر زبان انگلیسی دبیرستانها بوده و زبان فرانسه را نیز می دانست.
ترجمه مقالات و داستانهای او در روزنامه های مختلف به مجلات سپید و سیاه و روشنفکر، توفیق و مجله شهربانی و فراوانی چاپ شده است. و اما روانشاد ملک زندگی نامه خود را در کتابش اینگونه نوشته است: در سال 1302 خورشیدی در شهر عراق قدم به عرصه اصلی ناپایدار نهادم و به دنبال من 6 برادر و 3 خواهر، 1 برادر و 1 خواهر از این دنیا خوششان نیامد و برای اشغال غرفه های بهشت بلیت پرواز سری و سر گرفتند و زود آمرزیده شدند. در 8 سالگی به طرز خنده‌داری شعر را تقلید کردم با 1 2 بیتی مسخره که بنا به گفته پدرم از لحاظ عروضی عیبی نداشت. و تقریبا 12 ساله بودم که به طور جدی کلاس شعر را در مکتب پدرم آغاز کردم. پدرم شادرمان دکتر عبدالحمید ملک پزشکی بود نودوست و عارفی وارسته که خوب شعر میگفت و توتی تخلص میکرد. عشق و علاقه به شعر مانع نمیشد که از شیطنت ها به بازی ها به هوس های کودکانه و نوجوانی دست بردارم. در میان باغ بزرگ کنار خانه ما درخت دوغلوی زردالوی بود که آشیانه مألوف من در آن قرار داشت. به ایوای که سالها هرگز شکوفه و هر برگ آن صدها خاطره تلخ و شیرین مرا با خود به خاک می انداخت و می پوسانید و به باد می داد. قبل از 10 سالگی با این 2 بیتی ناب، 1 جعبه مداد رنگی، 1 سکه نقره 5 قرانی و 10 تا آفرین از پدرم جایزه گرفتم. این اولین شعرشه: ای درخت قشنگ زردالو، تو پر از خونی و منم زالو، میمکم شیره تو را که شبم چاق و قرمز شبیه خرمالو. البته پا به پای خشتنت های خانه تحصیل در مدرسه هم پیش می رفت و در هر حال شعر فراموش نمی شد. تقریبا 12 ساله بودم که اولین شعرم در روزنامه شهرمان یعنی عراق چاپ شد. به این دستی بود که مرا به سرعت به پیش راند. مشبق مستقیم و غیر مستقیم پدرم بود. مزاح و طنز نیز با اشکال مختلف در من شکوفا می شد و به قولی روز به روز بانمکتر می شدم. در کلاس 7 معلم عربی ما شادروان داوودی مردی پیر و سختگیر و همیشه اخمو بود. روزی مرا برای خواندن درس صدا کرد. جمله اول درس بود: ضرب زیدو امرو. به من خوندم: ضرب امرو زیدو. آقای داوودی گفت: درست بخون، درست را بخون. به من تکرار کردم: ضرب امرو زیدون. آقای داوودی گفت: درست بخون. به من تکرار کردم: ضرب امرو زیدون. و در پاسخ آقای داوودی گفت که: احمق، درست بخون. گفتم: آقا، سالها زید امرو زده، خوب یک بار هم امر زید را بزند. و وقتی آقای داوودی با گفتن گوساله با عصاب روی سرم زد، فریاد زدم: ضرب آقای داوودی ملک. انفجار خنده در کلاس اولین خنده آقای داوودی به انعکاس آن در محافل و مجالس شهر بود. در زمان تحصیل دبیرستانی همیشه نمرات من در زبان و ادبیات 20 بود و در سایر دروس از 17 پایین نمی رفت. در ریاضی همیشه 0-0. اما در امتحانات خود آقایان معلمان روانشاد به شکلی مشکل را حل می کردن، به نقره قبولی را به من لطف می کردن. البته این گوشه یاد خاطرات ملک بود. ملک در سالهای آخر عمرش اومد در سن‌حوزه زندگی میکرد و همون جا بود که من و او با هم آشنا شدیم و تا آخرین روزها با هم بودیم. شعر فضانوردان وقتی رفتم به ما، این شعر طنزش سر زبون افتاد. فضانوردان بر ما: دیشب گروه امت از جا جهیده بودند، از خانه ها شتابان بیرون دویده بودند،
آنون که در کنار منقل نشسته بودند، با آنون که در کنار بطری لمیده بودند، ملا و روزخان و شیخ و فقیه و واعظ با لاتلوت و الدنگ در هم تپیده بودند. در لابلای جمع اوباش انقلابی اما و بر سران هم خشتک دریده بودند. آنها که مهر مهر از دلها گرفته بودند و آنها که زهر قهر از یاران چشیده بودند. آنان که از دکان بازار و دین و مذهب تسبیح یسر و مهری ارزان خریده بودند. آنها که از درخت پرشاخ و برگ رهبر جز بار تلخ حسرت چیزی نچیده بودند. وان سفلگان که بعد از عمری فشار و ذلت بی جا به گنج و مال و مکنت رسیده بودند. هر گوشه و کناری با بهت و بیقراری بعضی ستاده بودند، برخی خمیده بودند. آن جمع در همان شب با چشم پرز حیرت بر اوج گرد گردون گردن کشیده بودند. آنها سپرده بودند خود را به بیخیالی، یا آن که دل ز خواب راحت بریده بودند. پرسیدم از جوان رندی که آشنا بود کانون چرا ز عقل سالم رمیده بودند. گفتا که من همین را بشنیدم که آنان امشب ز سوی جمعی ملا شنیده بودند که در غروب امروز هنگام بدر کامل عکس امام امت بر ماه دیده بودند. گفتم بگو به آنان کی غافلان جاهل، حتما فزان مردان در ماه دیده بودند. میبخشید بیت آخر اگه اینجوری تموم شد. تبلیغات شما با بخش بازرگانی پیام جوان رساتر از همیشه، فراتر از مرزها، همراه با آخرین تکنولوژی روز در مجله، اینترنت، تلویزیون و تلفن همراه برای همگان قابل دسترسی است. با ما باشید تا همیشه جوان باشید.